من از محترم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید فراد متقی هستم خبرنگار مستقل و آزاد که بازم با اخبار 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم بغیر غیر از بخش آمریکا که بخش آمریکا رو چند ساعت پیش تقدیمتون کردم بریم سراغ اخبار قبلش تقاضا میکنم اگه تا در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید ویدیو رو هم کنید لایک بزنید که کمک کنید بیشتر به فارسی بیشتری توصیه بشه بریم سراغ یه خبر جالب همونطور که میدونید امروز افشا شده که آقای قالیباف زن و بچهش و دامادش دیده شدن که داشتن میرفتن ترکیه یعنی در خرید خرید بر می برمیگشتن کلی داستان به پا کرده اینه که شعار میدن آقا تولید ملی و غیره و در حالا انتخاباتی گیر می داد که چرا دختر فلان وزیر رفته فلان جا خرید کرده خودشون گندشون در اومده روز سهشنبه دی از مسافران پرواز استانبول به تهران تعدادی عکس و فیلم از چند زن چادری که معمولا در پرواز استانبول غیر مرسومه منتشر کردند اونا قصد داشتن اقلام زیادی مثل کالسکه بچه و تخت تاشو کودک و اقلام سیسمونی و خودشون به هواپیما وارد کنن یعنی ندن تو قسمت بار بیارن تو ابتدا مخالفت مسئولین پرواز مواجه شدن ولی بعد با دخالت مسئولین پرواز مشخص شد با اینا خانواده قالیباف هستند در پی نفشگری به سری از کاربران در شبکه های مجازی تا تا انجا که میتونستن سعی کردن که به توپم بشه خب یه سری بادمیر دو قرابچی نوستن که دفاع دفاع میکردن یه هشتگ هم زدن آقا خطای نابخشودنی خواستار استعفای قالیباف شدن کاربران با اشاره به وضع بد معیشتی و اقتصادی ایران این عمل خانواده غالیباف رو در تضاد با شعارهای و مبنی بر حمایت از کالای داخلی و ساده مسئولین عنوان کردند. وحید اشتری نوشت چند از مسافرای استانبول سری فیلم و عکس گرفتن رو که براتون خوندم حجم بار خیلی زیاد بوده میخواستم بیارن داخل متصدی کانتر اجازه نداده باش به مشکل خوردم بعد با رفتار عوامل هواپیمایی معلوم شده که آقاینا از خانواده مسئولینن ظاهرا خانواده قالیباف همسر ایشان سرکار خانم زهرا مشیر را شناختند یک زوج جوان هم با ایشان بودن که پسر و عروسشون بودن و دختر و دامادشون بودن میگه ظاهرا که بعدا معلوم شدش که دختر و دامادشون بودن ظاهرا حجم بالای باری که از ترکیه می آوردن کالسکه و کیف نوزاد و تخت تاشو و غیره و زالک بوده که حالا اون بخش شما خیلی کاری نداریم از بعد از تا حالا برای مطمئن شدم و بچه فرودگاه ما ما هواپیمای مراج ارتباط گرفتم اطلاعات پرواز در آوردم اسم این سه نفر در لیست پرواز شماره 4808 ساعت یک و و پنج دقیقه امروز معراج از فرودگاه استانبول فرودگاه امام زهرا مشیر مریم قالیباف و امیررضا بهیرایی که آقای داماد بودن این قضیه که در اومدش حالا این تویتو که وعید بشیر زده پشتپندش عباس عبدی اومد کرده کرد و نوشه این خبر اونقدر مهم و ویرانگره که وی باید از همه مناسب خودش استفا بده حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین اون نامناسب تر خواهد بود ببین یعنی چقدر مهره های کثیف نظام که مسئولیت رو بهشون میدن محدودن که از الان میدونن اینو وردارن کی قرار بیاد که بدتر هم هست یعنی قاعدتا که قرار به آدم صالح بگردن دومالی آدم مناسب بگردن که به 85 میلیون نفر آدم پیدا میشد پس پیشنهاد میده که آقا استفاده نده فقط نمیدونم از این پس چگونه در دوربین نگاه کرد و علیه 4 درصدی ها حرف بزن این خرید خاص طبقه یک در ده هزاری هاست یعنی چهار درصدی آنها پولش ندارن برن ترکیه بخوان سیسمونی بخرن برگردن اما از طرف دیگه الیاس قالیباف پسر محمد باقر قالیباف هم با تایید سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه در دفاع از پدرش نوشت خواهر و همسرش کاری انجام دادن که حتما غلطه این سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقینا اشتباهه آنها برای خرید سیسمونی نرفته بودند و ناراستی و ها بزاگنامی هایی در متهای منتشر شده وجود داره اما به هر صورت انجام این سفر خطایی نابخشودنی چرا که باعث میشه همه تهمتها که در گذشته به پدرم و خود آنها زده شده رو صحیح جلوه بده اما باز داستان به همینجا ختم نمیشه اول از همه مصطفی هاشمی تبا رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی گفته این احتمال وجود داره که قالیباف از خرید سیسمونی دخترش از کشور ترکیه خبر نداشته باشه اما تو که در جریان قضیه شهرداری تهران و خلافهای قائم مقامش هم بی اطلاع بوده یه سری حالا از طرفدار قالیباف گفته بودن خودش خبر نداشته یه سری مردم خیلی جالب گفته بودن کسی که خبر نداره زنش الان کجا رفته رفته, رفته کشور خارجی چجوری میخواد از وضعیت شا... حالا مجلس و مملکت و اینو با خبر باشه در کنار اینها نماینده پیشین مجلس هم به دستیار قالیباف گفته بوده که عذرخواهی فرزند به نام پدر نوشته نمیشه در حقیقت خود قالیباف باید عذرخواهی بکنه حالا مثلا چیزی که با از خواهی حل میشه اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که نفتکش پگاس که با پرچم روسیه تردد میکرده دیروز به همراه 19 خدمه اون در نزدیکی کاریستوس در ساحل جنوبی اویا توقیف شده این هم جزو اون اتفاقات جالب بوده که دو تا از دو تا کشور تحریمی داشتن با همدیگه همکاری میکردن که هر جفتشون هم با هم دیگه اینجوری لو رفتن و خودش جای بسیار بسیار حالا خبر جالبی رو رقم زده چون کلا فکر میکردن که با کمک همگی میتون میتونن از این مسیر رد بشن فکر میکردن که اصلا روسی اعلام کرد ما دور زدن تحریما رو میریم یه جوری از جمهوری اسلامی یاد میگیریم اون چه جوری داشته حل میکرده ما هم سعی میکنیم همون جوری این داستان رو حل بکنیم نفکشی توقیف شده توسط یونان توقیف شده بود ایالات متحده گفته نفکش روسی پگاس که دیروز در نزدیکی جزیره اویا توقیف شد حامل نفت خامه جمهوری اسلامی بوده سفارت روسیه در آتن اعلام کرده در حال بررسی این پرونده و مقامات یونان هم در تماس هستش و ما سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این زمینه گفته که واشنگتن از تلاش‌های یونان برای اجرای تحریم‌هایی که در پاسخ به حمله وحشیانه و غیرقابل توجیه روسیه به اوکراین آغاز شده استقبال میکنه او در ادامه گفت آمریکا از گزارش‌های مبنی بر بارگیری نفت خام ایران در نفکش مطلع. یک مقام گارد ساحلی یونان هم در همین زمینه صحبت کرده. محمول نفکش پگاس توقیف نشده و مشخص نیست که اجاره اجاره کننده محموله چه کسی بوده. اما کشتی توسط ترانس مورفلوت که در روسیه مستقر مدیریت میشه، ترانس مورفلوت در این مورد فعلا توضیح نداده گروه آمریکایی اتحاد علی ایران هسته که حرکت نفتکش های مربوط به ایران را از طریق ماهواره رصد میکنه و گفته که پگاس حامل 700 هزار بشکه نفتخام جمهوری اسلامی نفتخام ایران بوده در حقیقت که الان فعلا گیر جمهوری اسلامی افتاده که در ماه آگوست در جزیره سیری ایران بارگذاری شده دیگه دسترسی بچه ها مشاله خیلی قوی هم شده از هر طریقی که فکرشو بکنید دارن اطلاعات خوب و در میارن و میرسونن به جاهایی که باید برسونن تا اگر تحریم چیزی قرار انجام بشه بتونه انجام بشه به گفته این گروه نفتکش قصد داشت پیش از عزیمت به یونان محموله خود را از بنادر ترکیه تخلیه کنه اما بنا به اعلام منابع رسانه‌ای اسرائیل به رغم اصرار بعضی مقامات وزارت خارجه آمریکا برای رسیدن به توافق و جمهوری اسلامی کاخ سفید در کنار اسرائیل ایستاده و مایل هستش که نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی باقی بماند حالا این سه تا خبر دارم در همین زمینه که شاید براتون جالب باشه هر کدومش یه حرف متفاوت داره میزنه برای خود من خیلی جالب بود سه تاشم براتون آوردم قضاوت به خود شما باشه البته رسانه های مالکش و وابسته معمولا اون خبری که به نفع جمهوری اسلامی رو خیلی دارن پوشش میدن ولی گفتم شما در جریان باشید در این راستا روزنامه هارتس نوشته اسرائیل در هفته های اخیر کارزار فشرده ای رو در ایالات متحده علیه حذف سپاه از لیست تروریست در پیش گرفت تا اکنون منتظر تصمیم دولت بایدنه که احتمالا در چند روز آینده اعلام خواهد شد با این حال به گفته مقامات اسرائیلی زینوفو در ایالات متحده فشار آن بخش از وزارت آن بخش از کارکنان وزارت خارجه آمریکا که میخواهند سپاه پاسداران را در لیست تروریستی نگه دارند میتوان میتواند بر اعلام بایدن تاثیر بذاره یکی از مقامات اسرائیلی در این زمینه به هارتس گفت تا زمانی که یک بیانیه روشن وجود نداشته باشه غیر ممکن است که بدونیم تصمیم نهایی رئیس جمهوری آمریکا چه خواهد بود بازم جالبه یه جوری در مورد این تصمیم نهایی صحبت میکنن که انگار تصمیم نهایی واقعا رئیس جمهور آمریکا قرار بگیره اکنون اسرائیل خود رو برای دو سناریوی احتمالی آماده میکنه که عقب نشینی جمهوری اسلامی از خواسته خود سر میز مذاکرات که بالا نمیدونم شما چقدر احتمال میدید که جمهوری اسلامی بیاد و واقعا از خواستای خودش عقب نشینی کنه ولی به حال به هر حال به احتمال میشه در نظر گرفت که احتمالا با انگیزه استفاده هرچه سریعتر آن از سودهای حاصل از افزایش شدید قیمت جهانی نفت در پی جنگ در اوکراین صورت خواهد گرفت که در صورت اتخاذ چنین روی کردی اسرائیل در تلاشهای خود برای متوقف ساختن برنامه های آمریکا در روند امضای توافق جدید با ایران طی چند روز آینده با مشکل مواجه خواهد شد اول این هم یه بحث کاملا منطقی قیمت نفت رفته بالا اون که جمهوری اسلامی آقا موقتا میام میگم آقا باشه بذار سپاه تو بمونه بعدا پول که دست آمد پنج تا سپاه دیگه بغلش میزنن بیاد بیرون سناریوی دوم پافشاری جمهوری اسلامی بر خروج نام سپاه از فهرست سازمان های تروریستی خواهد بود که میتواند امضای توافقنامه جدید رو به تاخیر بندازه و همچنین پیچیده تر کنه آمریکا و جمهوری اسلامی رو به سوی رویارویی مستقیم بخواد سوق بده این هم باز یکی از احتمالات هستش به نوشته هارتس در اسرائیل اعتقاد بر اینه که جمهوری اسلامی با مهارت بسیار بسیار بیشتری این بازی رو ادامه خواهد داد اسرائیل اعتقاد داره که جمهوری اسلامی با مهارت بیشتری از دیپلمات‌های آمریکایی زنی می میکند و با توجه به اینکه دولت بایدن خود را برای امضای توافق مصمم نشان میدهد پافشاریهای های جمهوری اسلامی شاید در نهایت بتواند به نتیجه برسد. اما وبسایت واشنگتن فری بیکر هم این وسط بسیار جالب بوده در گزارش خبر داده که آخرین پیشنهاد دولت بایدن در پرونده مذاکرات هسته میتونه واسه لغو تحریم ها علیه 80 هزار عضو سپاه بشه یعنی خبر قبلی ها گفت نمیشه آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده واشنگتن فری اومده اعلام کرد آقا این داره انجام میشه و این لغو تحریم ها باعث میشه هزار عضو سپاه بتونن به حال از ول بچرخن فری بیکن به نقل از برخی منابع خود در کنگره آمریکا نوشته پیشنهاد آمریکا باعث تسهیل ورود جنگندههای جنگنده های خارجی به خاک ایالات متحده خواهد شد بر اساس این پیشنهاد سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی آمریکا خارج شده در مقابل نیروی قدس سپاه به این لیست اضافه خواهد شد واشنگتن فری به نقل از منابع خود خبر داد کمیته مطالعات جمهوری خواهان در حال تهیه پیشنویس اصلاحیه برای بودجه دفاعی سال آینده آمریکاست این اصلاحیه مانع خروج سپاه از فهرست گروه های تروریستی خواهد شد یک سناتور جمهوری خواه ارشد درباره پیشنهاد دولت بایدن به واشنگتن فریبی کن گفت حذف سپاه از فهرست گروه های تروریستی و اضافه کردن نیروی قدس به آن بدین معناست که سایر 8 هزار جنگجوی سپاه از این فهرست خارج شده و می توانند وارد خاک آمریکا شوند با این وجود با وجود اینکه مقامات دولت بایدن از کمپین فشار حداکثری ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا انتقاد کرده اون رو ناکارآمد میخوانند بسیاری از اعضای جمهوری خواهی کنگره آمریکا معتقد هستند که این کارزار موفق شد از میزان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه کم کنه گریگ استپ یکی از اعضای کمیته مطالعات جمهوری خواهان کنگره آمریکا در این زمینه گفت استراتژی کمپین فشار حداکثری ترامپ موفقیتآمیز بود اقدامات دولت ترامپ باعث شد علاوه بر ورشکستگی اقتصاد جمهوری اسلامی دسترسی سپاه به منابش قطع بشه و در نتیجه بسیار از شبه نظامیان وابسته به این رژیم از سوی از سوریه و عراق خارج بشن باز خبر بعدی هم براتون باید جالب باشه دقیقا یه مارپیچ رو داریم ما هم میریم بایدن, تم... بایدن تمایلی به حذف سپاه پاسداران از لیست تروریستی نداره به نظر میرسه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مصمم به حفظ به حفظ نام, نام تروریستی سپاه پاسداران ایرانه که تهران خواستار حذف آن قبل از بازگشت به توافق برای محدود کردن برنامه هستگی خودشه این خبر فرانس 24 امروز کار کرده بوده فعلا دو یک این ور جلویم یعنی اگه بخوام گل بزنیم تا الان دو تا خبرگزاری مهم میگن نه یه خبرگزاری نمیشه بگیم غیر مهم اونم مهم به اندازه خودش گفته که قرار هست اما یه مقدار منطقی چرا چون علی هم صحبت کرده کارشناس مسائل ایران کسی که این وسط جوش دهنده توافق 2015 بوده از گروه بین المللی بحران یک اندیشکده پیشگیری از درگیری اروا امه محترم همشون به خبرگزاری فرانسه گفته هر طرف فقط امیدواره که طرف مقابل اول پلک بزنه این دیدید این فیلم های تگزاسی دو طرف به روبروی هم و منتظرم که در یک حالا لحظه مناسب اصلا رو در بیارم و دیگه شلیک بکنن معمولا لحظه لحظه که طرف قابل پلک میزنه یه ثانیه رو از دست بده یک صدم ثانیه رو طرف میتونه اصلا رو بکشه بزنه الان دو طرفی که در همین وضعیت هستن اما قبل از اینکه بریم به اخبار اوکراین که امروز خیلی هم مهمه برسیم میخوام ازتون دعوت کنم یه بخش کوتاهی رو اینجا با همدیگه ببینیم ازتون تقاضا میکنم که اگر تونستید به این مادر پیر کمک کنید امیدوارم که کمک های شما باعث بشه که مادر زندگی براش راحت تر بشه و مطمئنم که دست روزگار چندین برابرش به شما برمیگردونه بعضی ها هستن که خونهشون خیلی کوچیکه هرچقدر که خونه دلشون بزرگه ولی محل زندگیشون خیلی کوچیکه آدمایی هستن که شاید از دیویست تا جنگ خونین رد شدن تا خودشون رو به یک سرپناه آرامش برسونن ولی این سرپناه آرامش بسیار کوچیک فارغ از هر گونه امکاناته شاید کل زندگیشون تو یه چمدون یا نهایتا دو چمدون جا بشه کسایی که ارزش مادی زندگیشون شاید توی کیف دستی هم جا بشه کسایی که گرفتار تنها بیمار در شهر غریب گیر افتادن و دست نیازشون به سمت من و شما یا هر کس دیگه یک از انسانیت چیزی میفهمه سلام من سومی امینی هستم اهل افغانستان مشکل من همین است که میرم برداشتم میده و به جای میریم هر سال باید برم آنکارا برای تداییم اونجا هم خیلی هزینه میخواد بله خب دیگه چیکار کنم چاره ندارم هر سال اونجا تداوی میشم میام برگردم گریسون بعد مشکلی دوم دو هم همینه که رودم قلف میکنه هیچ کار نمیکنه اصلا هیچی نمیتونم حتی یه قطر آبم بخورم یعنی دو نفر بچه ها میبرن زیر شیر آب اینو میارن خیلی حالم خراب میشه خیلی در بعضی که مثلا یک کفتم رفتم اینجا اصلا هیچ کار نشده برام اینقدر رفتم یک کفتم نتونستم چیزی بخورم اصلا دست پام شل میشه فشارم میفته خیلی بعضیم خراب میشه همینجا میمونم چیکار کنم بچه ها وقت میبرن میارن ولی خب خیلی هزینه زیاد میشنی. یعنی وقتی رودم قلف میکنه خیلی هزینه هم بالا میره مثلا در یک سال شده پنج بارم مثلا رودم قلف شده نه سال اول اومدم پنج بار قلف کرد الان دیگه تازه برام وقت داده بعد یک سال رفتم چند بار رفتم اومدم تا برام یه نوبت دادن کلوروسکوپی مثلا نودت دم بشه ببینم مشکلی چی هست. باید عمل بشه دیگه نمیدونم مشکل هم مالی هم که دارم خیلی داره سه تا بچه هست واقعا گرونی شده اصلا نمیتونم بهشون برسم خودم موندم توش فقط یه سروم میزنن میفرستن دولت آستانه میفرستن خصوصی خصوصا باید بره دولت, دولت آستانه بستری بشه من رفتم اونجا یه سر میزد میگفت برو خونه ما نمیفهمیم بعدش می اومدم خونه خونه هم اینجور حالم خیلی بد بود تا چند مدت باید هیچ چی نخورم اگه بخورم دیگه انگار که روده اونجوری میشه تقریبا داروی قبضیت داد گفت اگه بسته شد ولی من نمیتونم بخورم دارو رو چون بسته میشه اصلا یه ذره آب نمیتونم بخورم خیلی وضعیتم خراب میشه یعنی میریم رو برداشتن میده کشتن به جای میریم تنگ میشه یعنی گلو نمیتونم غذا درست بخورم و فشارم همیشه میفته. مثلا کار درست نمیتونم مثلا یک هفته کامل من کار نمیتونم اگه برم از صد درصد تا این هفته فشار میفته حالا بد میشه مثلا میرم مثلا کارهای باش از ساعت 4 ساعت شاید میتونم ولی کارهای مثلا ترکیه 12 ساعت است نمیتونم و هزینه ها ندارم واقعا که برم بیمارستان مثلا درمان بشم یا خصوصی برم یا دولتی برم مشکلم حل بشه اونو ندارم و هزینه ها واقعا خیلی دستم تنگ سه تا بچه است. دیگه میدونی مشکلات سخت دادی برای هزار خورد خوراقم برای خرید مشکل دارم دیگه چون پول نباشه نمیشه واقعا توی دوره خرید کرد درسته پول باشه آدم میتونه بره بخری نباشه نمیشه دیگه گرمایشی همین کموره دیگه هم بیسترش تو کسی که والی میده همون داره مصرف میکنیم تمام شد دیگه چی از این بر از این بر جمع میکنیم یک کم چون سخت هم موندیم چند تا مثلا چند بار برقم هم قد شده اینجا خاطر مشکل بالی پنج شیش بار مثلا اجار خانه هم مشکل دارم دیگه بجوری خونم هم کرایش سخته واقعا گرون شده همه چی خونه کرای را میفته میافته بلند میکنم بیستم که بشه میاد در خونه میگه پولو بده پول ندارم مجبورم دیگه پس صاحب خونه التماس میکنم برام وقت بده اونم بعضی موقع قبول میکنه بعضی موقع دلش نشود میگه بلند چه برو دیگه مجبورم به همون خونه ای کنه و قدمی موندم که چکار کنم دیگه الله خدا اگه میتونم کمک کنه خب واقعا دستشون درد نکنه حجرشون با خدا مشکل افسردگی پسرم که اصلا از بیرون نمارخ نمیتونم واقعا دکترش ببرم دیگه بیشتر هم میشه مشکلی افسردگی شنا همچون پولی هم ندارم که ببرمش دکتر یا دارو برش بیده یا مثل مشکل شهل شود با خودم درگیر است یعنی مثلا مشکل پیش میاد اگه من تو خونه اتفاق برم بیافته میترسه دیگه بچه هست دیگه میترسه میگه واقعا نگه کارش بشه ما چکار کن آمبولانس میاد آمبولانس بالا نمیاد که مثلا ملوه هم کنه ببرم با ها باید دیگه سوال سواری آمبولانس کنه ببره یک باشه بعدی این مادر نازنینمون در شرایط خیلی بد مالی داره زندگی میکنه با یه بیماری عجیب و غریب با یه اشتباه پزشکی که متاسفانه شرایطش خیلی سخته دست به دست هم بدیم بهش کمک کنیم شاید بتونه از زندگی لذت بیشتری ببره شاید فردا روزی اگر ما هم خدای نکرده مریض شدیم کسی باشه بیاد به ما هم کمک کنه تو ما هم روزهای راحت تری سپری کنید برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت سایت www.nours.org کرده و یا با شماره تلفن یک و صد تماس بگیرید دوستایی عزیز و مهربونم این مادر پیر همزبانمون در ترکیه شرایطش بسیار سخته برای بچه کوچیک که از کامبیز اصلا چیزا شنیدم موهای تنم سیخ شده بود انقدر که شرطشون بعد اندازه خونه رو دیدید واقعا آدم میمونه بعضی از این خونه آدم پاشه دراز میکنه فکر میکنه بعد پاشو بذار بیرون پنجره دیگه جا نمیشه امیدوارم که کمک کنیم به هم دیگه دست به دست هم بدیم بتونیم یه قدمی براش برداریم لازم نیست خیلی رقم های نجومی فکر کنید در اون حد ترین رقمی که بهتون فشار نمیاد داری سعی کنید حتما مشارکت کنید در کنار همین عددا میتونه اتفاقای بزرگی رو رقم بزنه شماره بنیاد رو صفحه است 1704 544 و یا میتونید به سایت نوروز.org مراجعه کنید و از طریق گزینه دونیتی که وسط صفحه هست کمک های خودتون از طریق بنیاد نوروز بتونید به این خانواده به حال بی سر پرست در ترکیه برسونید اما بریم سراغ خبر اوکراین منابع نظامی اوکراینی گزارش دادن که ماریوپول در آستانه سقوط به دست نیروهای روسیه است طبق گفته این منابع ارتش روسیه در اکثر معلا این شهر مستقر شده یکی از فرمانده های میدانی هم در این رابطه صحبت کرده اینم شاید خالی از لس نباشه بدونید که انقدر وضعیت وضعیت سخت و سنگینی شده که مرتبا دیگه دارن سعی میکنن کمک بخوان دیگه یکی از فرماندهایی که جزء معدود فرماندهی که هنوز اونجا زنده بوده بنده خدا درخواست کمک کرده بود گفته اگه کسی اینجا هست که میتونه کمک کنه یه جوری به داده ما برسه <تصفح> این فرمانده از آخرین مقامت باقی مانده نیروهای این کشور که در کارخانه فولاد ماریوپول سنگر گرفتن خبر داده فرمانده اوکراینی که خواستار ارسال <تصفح> کمک‌های برای دفاع از این شهر شده گفت آخرین ساعت ماست کمک کنید. سرگی وولینا یکی از فرماندهان تفنگداران دریایی اوکراین در دفاع از آخرین پایگاه نیروی نیروهای اوکراینی در ماریوپل که چند هفته قبل چند هفته است که در محاصره روسیه قرار دارن خواستار کمک برای خارج کردن نیروهای خود از محاصره شده. ولینا از تیپ جداگانه تفنگداران دریایی 36 که از نیروهاش در کارخانه آزوستال محصر شدن در این پیام ویدیو گفته اگر این ساعت آخرین که آخرین ساعت ما هستش در شهر ماریوپل نباشه شاید آخرین روزهای ماست سرگئی ولینا گفته تعداد نیروهای روسیه ده برابر آنهاست و از همه رهبران جهان خواسته تا به اوکراین کمک کنند اضافه کرد شما میخوایم اقداماتی برای خروج نیروهایمون از محاصره انجام بدی تا اونا رو به منطقه دیگری بتونیم انتقال بدیم این فرمانده اوکراینی گفته روسها از نظر نیروی هوایی توپخانه نیروهای روی زمین تجهیزات و تانک ها بر ما برتری دارن گفته ما فقط از یک هدف آن هم کارخانه آزوستال دفاع میکنیم این مکان علاوه بر نیروهای نظامی افرادی غیر نظامی هم داره که قربانیان این جنگ شدن متاسفم اما در حالی که نبردهای شدیدی در ماریوپل شهرهای شرق اوکراین جریان داره یک مقام ارشد پنتاگون گفته ایالات متحده تحرکات روسیه در شرق اوکراین رو به عنوان مقدمه‌ای برای یک انجام حالا حمله بسیار بزرگتر در این کشور ارزیابی میکنه یعنی همون بس که قبلا هم مطرح شده بود که این رفتن عقب دارن دورخیز میکنن دارن نیروهاشون آماده میکنن اسلحه‌هاشون رو حالا تانکاشون رو تعمیر میکنن مهمات جدید برمیدارن و غیره این مقام که نخواست نامش فاش بشه گفته روسیه همچنان در حال افزایش ظرفیت نظامی خود برای آمادگی برای حمله جدید هستش و طی 24 ساعت گذشته با استقرار دو گردان تاکتیکی اضافی شمار کل گردانهای روسی مستقر در اوکراین به 78 گردان رسیده او همچنین با بیان اینکه 75 درصد نیروهایی که روسیه برای جنگ تجهیز کرده برای حمله جدید آماده هستند گفته سقوط ماریوپل ماریوپول یا دونباس هنوز قطعی نیست در حالی که درگیره های شدید در شهرهای خرسون و میکولایف جریان داره به گفته مقام پنتاگون آمریکا در حال حاضر بزرگترین تامین کننده تسلیحات برای اوکراین و بدی شرایط آب و هوایی اوکراین مانع از آن شده تا همه موشک های شلیک شده توسط روسیه رصد بشن از سوی شورای امنیت روسیه اعلام کرده که حضور ناتو در مرزهای این کشور امری عادی نیست و بر لزوم آمادگی برای اقامت خصمانه احتمالی تاکید کرده حالا این ای که مرتبا روسیه در موردش حرف میزنن نزدیکی ناتو به مرزهای خودش هستش میتونه به نوعی خنده باشه دیگه چون اگر رو نقشه شما دقت کنید خب وقتی اوکراین رو بگیرن بازم مهم مرز میشن با ناتو چیز خیلی عجیب غریبی نیست ولی به حال بهونه بوده که با همون بهونه حمله کردن دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفته که تقویت مرزهای ناتو با روسیه دیگر فقط حرف نیست و مسکو باید برای اقدام تهاجمی احتمالی آماده باشه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز ساعتی قبل ناتو رو به گسترش در کشورهای اروپای شرقی و تهدید امنیتی آنها متهم کرده و از آغاز فاز جدیدی از عملیات نظامی روسیه در آینده نزدیک خبر داده یعنی علنا یه جورایی گفته که آقا دارید میایین شرق ما هم پس میایم غرب احتمالش زیاده که درگیرها بسیار وسیعتر از این چیزی که الان شاهدش بودیم شاهدش بشه امیدوارم اتفاق نیفته لاوارو همچنین تصریح کرد که مسکو قصد تغییر رژیم اوکراین رو نداره اما به گفته او مردم اوکراین از حق انتخاب برخوردارن این احمقانه ترین کلامیه که میتونست بگی مردمی که وایستان با چنگ و دندو دارن میجنگن چجوری ممکنه که بیان بخوان رژیم دیگه برای خودشون انتخاب بکنن وزیر خارجه روسیه زمین اعلام آغاز محله جدیدی از عملیات نظامی علیه اوکراین پیش بینی کرد که این محله تحول مهمی را ایجاد خواهد کرد لاوروف در مصاحبه با تلویزیون ایندیانا تودی گفت ما محله دیگری از این عملیات در شرق اوکراین رو آغاز خواهیم کرد دیگه من واقعا موندم زدن همه چیز داغون کردن با خاک یکسان کردن تازه میگم جدیدی آغاز کنیم مطمئنم هستیم که این لحظه لحظه بسیار مهمی خواهد بود صدر اعظم آلمان آقای اولاف شولتز تاکید کرده که اوکراین از پشتیبانی کامل برلین برخوردار خواهد شد ولی در این حال گفته که آلمان در جنگ شرکت نخواهد کرد این دو تا خودش زد و نقیزه چون روسیه گفته کسی که مشارکت بکنه عملا وارد جنگ شده شولتز با اشاره به اینکه تاثیر تحریم ها برای روسیه فاجعه توضیح داده که پوتین انتظار اتحاد کشور اروپایی رو نداشته شولز همچنین اضافه کرد که کمک های نظامی که میتوان به اوکراین داد به حد اکثر مقدار خودش رسیده صدر آلمان با اشاره به اینکه آلمان تانک های لئوپارد رو به اوکراین نفرستاده و تانک های قدیمی قابل استفاده رو میفرستند گفت ما در حال مذاکره با کارخانه های نظامی برای افزایش تولید تسلیحات برای اوکراین هستیم صدر آلمان زیر فشار فزاینده برای صدور مجوز صادرات تسلیحات سنگین به اوکراین قرار داره منتقدان او را در زمانی متهم به دو, دل... دو دلی میکنن که اوکراین با حمله بزرگ روسیه به منطقه مرزی دونباس در اوکراین مواجه شد الان یکی از سختترین ترین روزاست واسه سیاستمداران هم در کشور آزار مثل آلمان برای اینکه اگر بگه باش آقا امضا کنه بگه اصلا سنگین بدی بعد با روسیه وارد جنگ بشن میگن آقا تو اشتباه کردی نباید این کارو میکردی تا زمانی که این کارو نکرده که میتونم بهش بگن ترسو و بزدل و غیره برای چی نمیری به مردم بی, بی, پناه و بی گناه اونجا کمک کنی در هر دو صورت داستان اره هست اونم اره آلمانی که خیلی تیزه سخنگوی بوریس جانسون امروز حرف زده گفته شواهد نشون میده که روسیه از روند جنگ تا هفته های اخیر در اوکراین در سبرت نگرفته این مقام بریتانیا در اظهاراتی به نقل از یک مقام امنیت ملی بریتانیا گفته مرحله بعدی تهاجم روسی به اوکراین میتونه در قالب درگیری های شدیدی تا چند ماه ادامه داشته باشه او با این توضیح که مرحله بعدی جنگ احتمالا یک جنگ فرسایشی است که ممکنه چندی ماه طول بکشه گفته روسیه به دنبال اون هستش تا از برتری شمار نیروهای خود در شرق اوکراین بهره کنه سخنگوی جانسون همچنین گفته که جانسون با رؤسای جمهوری آمریکا، فرانسه، آلمان و دیگر رهبران جهان درباره اوکراین و تشدید تحریم حال روسیه قرار صحبت کنه. یکی از مشاوران زلنسکی آقای میخائیل و پودولیاک تأکید کرده که آینده مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به تهاجم آن به اوکراین با تصرف شهر ماریوپل توسط نیروهای روسی پیچیده تر شده و در حاله از ابهام فرو رفته. میخائیل پودولیا گفته با توجه به آغاز مرحله جدیدی از تهاجم روسیه به شرق اوکراین تعیین تاریخ بعدی مذاکرات با روسیه بسیار بسیار پیچیده خواهد شد همزمان وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که نیروهای روسی امنیت همه کسانی رو که در ماریاپول اسلحه ها رو بر زمین بگذارن تضمین میکنه و از مدافعان اوکراینی میخواد که از به اصطلاح مقاومت بیهوده دست بردارن چند بار تالین رو گفته هر چند بارش هم دروغ گفته یعنی زمانی که مردم خواستن از اون راه روی امن عبور کنن بهشون شلی کرده یا عالم زن و بچه مردم بود که روی زمین جسدشون افتاده بود روسیه در واکنش متقابل به اخراج صدها دیپلمات روس از چندین کشور اروپایی سه شنبه 36 دیپلمات بلژیکی و هلندی را از مسکو اخراج کرده بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه این تصمیم شامل 21 دیپلمات بلژیکی و 15 دیپلمات هلندی از جمله 14 کارمند سفارت هلند در مسکو و یک کارمند سرکنسولگری هلند در سن پترزبورگ میشه این وزارت همچنین چنین تصریح کرد که دیپلمات‌ها و ظرف دو هفته روسیه رو ترک کنند پیشتر وزارت امور خارجه روسیه نیز از تصمیم خود برای اخراج 18 کارمند نمایندگی اتحادیه اروپا در مسکو که آنها را به عنوان عناصر نامطلوب دانسته بود خبر داده بود و اما امارات در اعتراض به وقایع مسجد الاقصی ضمن هزار امیر سفیر اسرائیل در ابوظبی یورش نیروهای اسرائیلی و اماکن مقدس شهر قدس که منجر به مجروح شدن تعدادی از نمازگزاران شده رو محکوم کرده ریم بنت ابراهیم الهاشمی وزیر مشاور در امور همکاری بین المللی دولت امارات بیانیه بر لزوم توقف فوری اقدامات تنش‌آمیز تنشامیز محافظت کامل از نمازگزاران و همچنین لزوم احترام اسرائیل به حقوق ها در انجام مناسک دینی و توقف هرگونه اعمال ناقض، اعمال ناقض حرمت مسجد الاقصی تاکید کرده بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی وزارت خارجه امارات منتشر شده این کشور ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در قدس که میتونه به چالش علیه امنیت و ثبات منطقه تبدیل بشه بر لزوم احترام به نقش پادشاهی اردن تأکید کرده که سرپرستی عربی و بین المللی بر موقوفات اسلامی و مسیحی شهر قدس و از جمله مسجد الاقصا بر عهده داره وزیر مشاور در امور همکاری بین دولت امارات نیز بر ضرورت ایجاد زمینه مناسب که امکانه بازگشت به مذاکرات جدی برای دستیابی به صلح عادلانه همه جانبه را فراهم ساخته و به ایجاد کشوری مستقل فلسطینی در چارچوب مرزهای 1967 به پایتختی قدس شرقی و مورد تایید قطعنامه‌های بین‌المللی و, و ابتکار صلح عربی منجر میشه تاکید کرده و اما چارلز میشل آخرین رهبر تادی اروپاست که چند ساعت پیش قطارش رسید به کیف چارلز میشل رئیس شورای اروپا به کیف سفر کرده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار دیدار کنه یه توییت هم زد و نوشته که امروز در کیف در قلب یک اروپای آزاد و دموکراتیک عکسی از خودش روی سکوی قطار در حالی که اولگو استفانیشینیا نخست وزیر اوکراین در امور اروپا و همچنین ادغام اروپا آتلانتیک رو در آغوش گرفته در, تویتر, تویتر نوشت که در قلب یک اروپای آزاد و دموکراتیک هستیم رئیس شورای اروپا قرار اواخر روز چهارشنبه با زلنسکی دیدار کنه اما خیلی ممنونم که اخبار 24 ساعت گذشته رو با هم فراد متقی از اخبار خاموش دنبال کردید امیدوارم که این تلاش مورد پسندتون واقع شده باشه اگر این گونه بوده ممنون میشم که لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید اگرم تا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم هر جا خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر بدرود و خدا نگهدار